could, could not or couldn't. خب ببینید همین جوری خیلی وقتا که اکسیلری کود میاد وسط همه میدونن که در واقع از نظر ظاهری هم در نظر بگیری کود گذشته کن هست. به همین راحتی. یعنی شما وقتی میگید I can dance یعنی میتونم برقصم. وقتی میگید I could dance یعنی میتونستم برقصم. منفیش هم همینطور. وقتی میگید I can't cook یعنی نمیتونم آشپزی کنم. وقتی میگید I couldn't cook یعنی نمیتونستم آشپزی کنم. ببینید I can't dance now. I could dance when I was young. I can speak English now. I could not speak English when I was a kid. I can travel alone now. I could not travel alone when I was a teenager. She can cook now. She could not cook before she married. We can learn online. We could not learn online 100 years ago. پس همین جوری هم در نظر بگیرید، ظاهرش رو در نظر بگیرید، could در واقع گذشته اکسیلری can هست. وقتی میخواید در مورد توانایی تو گذشته صحبت کنید، ترجیحاً از could استفاده میکنید. و اما این usage could فقط simple past of can نیست. یه زمانی هم هست که شما برای polite request ازش استفاده میکنید. یعنی ربطی به زمان گذشته نداره. شما میخواین مؤدبانه یه requestی داشته باشید، یه خواهشی داشته باشید، به جای اینکه از can استفاده کنید از could استفاده میکنید. ببینید اگه مدل simple past of can باشه جملاتی مثل این میشه: I could dance when I was a child. Mina could not speak English when she was four. We could not come to your party last night. You could not meet me yesterday. پس اینها در واقع میشه گفت همه مربوط به گذشته است. اما یه زمانی هست زمان گذشته نیست. شما دارید مؤدبانه یا رسمیتر و فرمالتر یه ریکوست رو بیان میکنید. برای مثال Could I open the window for you? به جای اینکه بگید Can I open the window for you؟ مؤدبانه ترش، فرمالترش، رسمیترش اینه که این سوال با could مطرح بشه. Could you bring me the files؟ به جای can you bring me the files؟ مؤدبانه‌ش اینه که بهتره که بگین could you bring me the files. Could you please clean our table? Could we keep our stuff here؟ میتونیم وسایلمون رو اینجا بذاریم. پس ببینید در واقع این اصلا ربطی به زمان گذشته نداره. همین الانه. اما به جای اینکه شما بگین can I open the window for you؟ Can you bring me the files؟ Can you please clean our table؟ Can we keep our stuff here؟ مؤدبانه تر و رسمی ترش اینه که از could استفاده کنید. Look at these pictures. Both of them are requesting something and they are requesting strangers. So the question must be formal and polite. هر دوی اینها دارن یه request، یه خواهش رو مطرح میکنن. طبیعتاً چون دارن از یه غریبه این سوال رو میکنن، این ریکوست رو مطرح میکنن، باید فرمال و رسمی باشه. دو تا سوالی که میتونین حدس بزنین و یه جایی بنویسین و بعد ادامه ویدیو رو ببینید و جوابتون رو چک کنید. Could you take our photo please? Could you tell me the time please? Please subscribe the channel if you want to see other videos. Push the bell button to get the notification for the new videos and like it if you learned anything new. اگه میخواین ویدیوهای دیگر رو ببینید و پیج رو گم نکنید حتما سابسکرایب کنید برای دریافت نوتیفیکیشن ویدیوهای جدید. دکمه زنگوله رو بزنید و اگه این ویدیو برای یادگیریتون مفید بود ممنون میشم لایک رو فراموش نکنید. Thanks a lot. See you.